سلام میکنم به همه شما مردم خوب و خوشزوق و باسفای چارمحال و وقتیاری شاید شما ندونید که چه سهم بزرگی در فرهنگ جهانی دارید هنوز قدر قالیهای های شما رو همه ایرانی ها نمیدونن خیلی کم میدونن اگر اونها که در بازار سود و سودا فهمیدن یه بوی بردن که اینجا خبری هست فهمیدن که اهمیت قالی به اینکه چند رج باشه و چقدر ریز باشه و اینها نیست به تبلور احساس یک انسانی است که طبیعت رو و عشق رو درک میکنه و حقیقتا من خودم رو مسئول میدونم که در یک فرصت مناسبی درباره نقوش حیرت انگیز قالی های وقتیاری صحبت کنم و این فقط قالی نیست این قالی یک گوشه ابروه هزار چیزی دیگه هم اینجا هست منطقه این متبلبر شده و بیشتر در پیش چشم ها قرار گرفته اینجا ادبیات هست اینجا ایمان هست اینجا عشق هست اینجا معماری هست انشالله که من این توفیق رو داشته باشم و این قابلیت رو که یه گوشه ای از این اظهار محبت شما رو بتونم پاسخ بدم اما بسم الله رحمان الرحیم ما حقیقتا معاشقه است با پروردگار ما شما نمیدونید که وقتی این کلمه به حقیقت حضور پیدا میکنه در وجود ما و در دل ما چه حادثه بزرگی رخ میده اذا وقعت الواقعه همون بسم الله الرحمن الرحیم از یه دیدگاهی یه واقعی رخ میده وقتی انسان میگه به نام خداوند بخشنده مهربان و شروع میکنه شیر میشه در بیشه عالم و حادثه عجیبی رخ میده و اون که یه نفر میره یه نفر دیگه میاد اگر مولانا گفت که شمس و قمرم آمد سم و بسرم آمد بانسیم سیم برم آمد مستی سرم آمد نور نظرم آمد چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد همین واقع است حقیقت دین همین است که اون اسم جایگزین این اسم بشه و اون مسما این مسما رو در خودش قرب بکنه امروز به از دینه ای مونس دیرینه دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد دیروز ما مست شده بودیم ولی از خبر همون خبرش هم البته مس میکنه هم بیا اون خبر که میارن یه دسته ای فقط میشنون خبرش هم خوبه خبر کمی نیست که عالمی هست و پروردگاری هست و بهشت جاودانه هست و روح جاودانه هست و مرگی در میان نیست و عالم پادشاهی داره این خبر کمه این خبر مس میکنه همه حقیقتا اگه ما به این خبر فکر بکنیم که انبیا آوردن اما یتسائلون عن النبع العظیم این نبع عظیم از تمام خمخانه ها رو میبنده تمام شرابخانه های دنیا رو اگر بفهمن که این خبر چقدر مهمه یکی کسی بیاد بگه که ولی من خواب مقام رب بهی جنتان یکی بیاد بگه که اه و وقعت الواقع علی سل وقعتها کاذبه چه خبر میشه یکی بگه که کزالکن نشور دیدی بهار شد همه خشک بودن همه مرده بودن بهار شد انزل نامن از سماه ما ان بهل اینا به بعد متار دیدی کزالکن نشور این خبر کمی نیست به این خبر دل ببندید تازه این خبرشه این خبرشه مولانا میگه که دی مست بدان بودم که از وی خبرم آمد روز فقط از خبرش مست شدیم اما آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را جای دیگه هم مولانا اشاره میکنه که گوشم شنید قصه ایمان و مست شد چون قصه ایمان یکی از عجیبترین قصه های عالمه تمام قصه ها که در دنیا میخونیم به این قصه نمیرسه چون اگه این قصه نباشه اون قصه همه باطل این قصه است که جان میده به تمام قصه های عالم یکی بود که نبود غیر از خدا هیچ کس نبود خود این قصه است این تمام قصه است بقیه قصه ها بعد از این قصه معنی پیدا میکنه اگر این اولش نظری اگر که یکی اون غیر از خدا هیچ کس نبود در دل ما نیاد بگن آقا یکی بوده که نبود ماده ای بود ای یک چیز پریشان یک قصه سرد تراوتی به دست شما میدن که بالای یک ماده ای بود این منقبض شده بود آره برای چی معلوم نیست از کجا اومده بود معلوم نیست بعد یه مرتبه منفجر شد و بعد پخش شدن و بعد زمین و ماه و خورشید اینا پیدا شدن بعدن چی میشه؟ بعدم دوباره منقبض میشن میرن تو سیات چالتامون میرن قصه هست. عجبا از این مادیون که چه قصه هولناکی و قصه سرد و یخزده ای برای ما تعریف میکنن در صورت که ما یه همچه قصه ای داریم قصه انبیا قصه که اونها اومدن گفتن که برو بهشون بگو که قل قل انما انا بشرون مثل کن منم مرد بشرم مثل شما یوها الیه انما الهو الهون واحد فمن کان یرجو لقاء ربه خبرم داده بلا فاصله که واحد میتونم شما میتونید به هم میتونید برسید من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا بلا یشرک به عباد ربهی اهدا امروز تمام صحبت ما شاید همین دور همین آیه دور بزنه که ما چطور بریم و به لقای اون پروردگار اون برسیم این قصه قصه خوبیه گوشم شنید قصه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست میخوام ببینم حالا حضرت ابراهیم گفتش که لیتمن قلبی میخوام با چشم ببینم مقام دیدن غیر از مقام شنیدن البته ایمان آوردیم اما دلش میخوادم ببینه آن کس که همی جستم دی من به چراغ او را امروز چو تنگ گل در رهگذرم آمد دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر زان تاج ملوکانه نادر کمرم آمد منو بغل کرد یه کمری بست دور کمرم اون چه کمری بود کمر بندگی اون تاج زرین خدمت کمر رو بس گفت تو بعد کار بکنی اول عبادت باید بکنی هر کسی که عبادت نکنه به مقامی نمیرسه هر کسی که سجده نکنه یعنی سر تعظیم حالا این سجده ظاهر این یک رمزه اما حقیقت سجده اونجاییست که شما سر تعظیم فرود میاری در برابر یه حقیقتی در برابر زیبایی خداوند شیطان رو صدا کرد گفتش که ما من که انتس جدل آدم چه چیز شد که چه چیز تو رو باز داشت از این که به پروردگار به آدم سجده بکنی قال انا خیر منهو گفتم گفت من بهتر بهش چی گفتن؟ گفتن بپرمین شما بیرون نکه رجیم نکه من از ساغرین گفتن تو خار میشه این فکر نکنه یه داستان کوچکیه داستان خیلی بزرگیه اگر من سر تعظیم در برابر یه عالمی فرود نیارم یه هنرمندی فرود نیارم و بگم که بالا انا خیرون من هم بگم کسی نمیشی تو و تعظیم بکنی باید بر خاک بیفتی در برابر عظمت یک انسانی که به یک کمالی به یک معرفتی رسیده و تسلیم او بشی از چیزای کوچیک گرفته تا بزرگترین و هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد اگر انسان غرور داشته و باد دماغ داشته باشه ما گاهی قمشه یا خودمون میگن که قمشه های باد دماغی دارن و تا این باد خالی نشه چیز نمیشن برای اینکه مثلا اگه بگن قمشه کجاست میگن یک شهریست بین دوتا ده اسپان و شیراز حالا خود قومشه چقدر معلومه ولی میگن که قم چه یک شهری بین اس... چیز بین دو تا ده واقع شده اصفهان و شیراز ما هم شام میمونه اما اگه گفتی نه قم یک دهی که باید تلاش بکنی که یه وقتی وقت ان اصفهان بشه نزدیک بشه رشد میکنه و اگر نه هم قد میمونه فکر کردی که کسی هستی تو گفتی که کام خرد توختم همه هر هرچه بایست آموختم وقت یکی نغز, بازی کند روزگار که بنشانده پیش آموزگار خیلی مهمه که انسان آبد و ساجد بشه دیدم همه را پیش رخت راکه و ساجد بنابراین گفتش که زان تاج ملوکانه زان ببخشید تاج نکورویان نادر کمرم آمد اگر بپرسن که بهترین کمربند چیه؟ کمربند خدمت اگرم تو ادبیات میگن زن ناربند منظور مسیحی نیست رمزه اگر مرحوم پدر الهی ای گفتن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی ماه مسیحا و مذهبی زن ناربندی رمزه مسیحا مذهب کسیست که همه روح شده همه جان شده و یعنی کمر خدمت بسته که من صبح که بلند شدم احتمام میکنم به کار به اینکه کار خوب بکنم و این بزرگترین افتخار انسان تاج افتخار انسان کمریست که بسته این کمری که بستی اون وقت بعد تاج میزنن سره بعد میگه که امروز از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد از تنه چرا ترسم چون او سپرم آمد امروز سلیمانم وقتی که عبادت کردی العبودیت و جوهرتان کنه و ربوبیه وقتی که تعظیم کردی تسلیم شدی سجده کردی و گفتی که من فدای تو هواهای دل من فدای هوای تو اون وقت سلیمان میشی اون وقت پادشاه میشی تاج میذارن سرت امروز سلیمانم سلیمان مظهر اعتدال مظهر توازن، تناسب، تقارن، بهار، شکوفایی. امروز سلیمانم. سلیمان, سلیمان کسی است که نشسته بر تخت وجودش پادشاهست. ما با سلیمان بشیم. دستور میده. دستور میده اینو بذاریم اونجا. به دیوا میگه که شما چیز بکنید. شما قصد درست بکنید، مجسمه درست بکنید، تمثال درست بکنید. یعملون له من محاریب و تماثیل چیزا درست بکنید. حاکمه ما چرا حاکم نباشیم به خشمت بگو برو اون واسه بر به هرس بگو شما بفرمایید اون طرف در اون زمینه هرس به کار ببرین من همان لایش به آن طالب دنیا و طالبال العلم برو اونور بر. به اون هرس چیز خوبیه هرس اندر عشق تو فخر است و جا هرس اندر غیر تو ننگ و تبا ما هرس گذاشتن به در ما خیلی هم چیز خوبی کدم هرس بزنیم در میان بحر اگر بنشستم تم در آب سبو هم بستم آدم باید همهش زیاد باشه اما به جا. اصلا در روز قیامت ممکن یه ایدی رو بگن آقا چرا تمع نکردی؟ میگه ما خیلی تمع کردیم که در سنگ و گل کردی با در رو گوهر میدوزیدی این فسرق فسرق دره اگه میخوای دوزیم بکنی در این عالم یه دره ای گرانبه های عشق رو عشق دردانه است و من قواس دریا میکده چیزی چیز حسابی برو به دوز. آدم به کادون که نمیزنه چیزایی که خودت هم میدونی که اینا داره میگذره اصلا یعنی تا تو به نگاه بکنی بخوای لذت ببری تموم شده رفته وقت دل وسی به این حالا خوشحالی که من تونستم چیز چیزی به دست نایی بعد باید آدم خیلی تمعکار باشه به شرطی که بفهمه که تمر رو کجا سلیمان بشه انسان سلیمان که شد دستور میده به تمام با نیروی انتقام نیروی هرس حسادت رشک تمام اینا که خیلی هم قویه اینا دیون اما دیو چیز بدی نیست به شرطی که زیر نظر سلیمان باشه سلیمان دستور میده کشخلقی خلقی خیلی خوبه کشخلقی معنیش اینه که من حساسم نسبت به این فرم ها و این زود خلقم تنگ میشه پس بیا هنرمند شو بیا هنرمند شو قالی ببا بیا بگو که این یه ذره این بلنده این هاشیش ذره کمه هاشیش خود زیاد اینجا ایراد بگیر ایراد رو اونجایی بگیر که باعث ارتقا و کمال تو بشه ایراد بی خودی و چی میگیری؟ امروز سلیمانم روز عید ما اون روز است که سلیمان بشیم یعنی ما بشینیم بر تخت به تخت گل بنشانم بطی به سلطانی ز سنبول و سمنش سوق ساز توق و یاره کنم اونو بشونید بر اون مسند پادشاهی اون وقت دستور بدین شما و تحکم فل حسن ما اعتاکا ابن فارز نمیسی میگه ته دلالا و انت خیر و لذاکا و تحکم دستور بده هر چی میخوای ناز کن چرا برای اینکه نازت میچره اگر به اون سلیمان شدی دستور بده حسن اجازه وقتی کمال بده کردی اجازه فرماندهی به آدم میده فلحوسن ما اعتاکا امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد اون تاج میاد العبودیتو جوهرتون کنه روبیه اگر آبد شدی بعد وقت تاج خاجه گفت که به ولای تو که گربنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم سلطنت هر دو جهان دهند از حد به شد دردم در عشق سفر کردم یه شوری منی گرفته بود یه دردی که عطار گفت ذره درد از همه آفاق به اصل دین همون درده درد خداجویی تو کجایی عینند انت. عینند انت. هر کسی سوال جدی بکنه جدی بکنه را میفته نمیشه یه جایی فقط به تکرار اسمی اکتفا بکنه را میفته از حد به شد دردم در عشق سفر کردم یا رب چه سعادت ها که از این سفرم آمد تو هستی اصلی آدمی و پری شعر خوب انتخاب کردن ارادتی بنما تا سعادتی ببری به ازم مرحله عشق پیش نه قدمی که سودها کنی ار این سفر توانی کرد از حد چو شد دردم در عشق سفر کردم یارب چه سعادت ها که از این سفرم آمد وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم معمولا این شراب ها هوش آدم رو از رونق میندازه و عقل رو گوهر عقل رو دوز میاد و می شاید بازم گفته باشم این سخن رو از شکسپیر واقعا هن حیرت انگیزه که اونجا در اون دیار حرامم نبوده علاز ظاهر البته که بوده ولی بر حسب ظاهر تحریمی نشده ولی شکسپیر اونجا میگه که عجبا از مردمی عجبا از مردمی که یه دزدی رو از پنجره اتاقشون که دهن باشه از پنجره خونشون قلاب میگیرن خودشون با دست خودشون میفسنش بالا بعدم آدرس بهش میدن که میری طبقه بالا طبقه بالا همونجاست که اجاره میدن معمولا گفت طبقه بالا رو اجاره داده یعنی عقل اونجاست میری طبقه بالا یه گوهری من دارم اسمش که عقل بر میداری میبری عجب از مردم این کار میکنه یک شرابی هست که هوش آدم برق میزنه اصلا تمام هوش میشه آدم. از شدت هوش بهش میگن بیهوشی از شدت هوشیاری بهش میگن مستی چون دیدید وقتی که یه چیزی به منتهای خودش میرسه اسم زدشو میگیره شما میگید که من میل کردم به طرف او حرکت کنم اگه میل زیادتر شد زیادتر شد یه وقت میگید چی؟ میگید بی اختیار رفتم به طرف او بی اختیار یعنی چی؟ یعنی تمام وجودم اختیار بود مادر بی اختیار میره طرف بچهش وقت ب... است که می نوشم تا برق زند هوشم وقت است که برپرم چون بال پرم آمد در داستان انسان در اساطیر یونان هست که انسان اسمش پسیشه است یعنی روح حقیقت ذات ما همون روح پسیکو که پسیکولوژی سایکالوژی زبان انگلیسی و این لغت خیلی رواج داره پسیکانالیز یعنی روح روح یه دختری بود در افسانه ها دختری بود بسیار زیبا که حالا من نمیخوام تمام داستانش تعریف بکنم با کیوپید کیوپیت که الهه عشق هست و مظهر تجلی عشق پروردگار نسبت به کائنات هست مورد نظر او قرار میگیره و میبرنش در یک باقی و بعد به خاطر خطایی که میکنه از اون باق خودشو میندازه بیرون به دنبال کیوپید که فکر میکنه دنبال او بره ولی نمیدونسته که این باق در آسمانه و سقوط میکنه از پنجره که میره بیرون میفته دوباره روی زمین و سالها میگرده سالها می‌گرده، تمام جاها رو میگرده پیدا نمیکنه تا اینکه یه نف... یه حکیمی بهش میگه که تو اینجا به خود نگرد بعد از این بر آسمان جوییم یار زن که بر روی زمین جستیم نیست این پایینا نگرد و پر بت میدم من پرواز کن برو اون بالاست وقت است که پرم، پر چون و پرم آمد بیتی دو بمانده اما یه حرفایی بوده اینجا مولانا که میخواسته بزنه نزده حالا من شاید یه شعری امروز براتون بخونم درباره سکوت که اون حرفایی که نزدن مهمتر از اون حرفایی که زدن اوها الا عبدهی ما اوها یعنی وحی کرد همونه که وحی کرد چی بود ما خبر نداریم سکوت کردن در واقع فیه ما فی یعنی سکوت یعنی همان است که در او هست در آن است آنچه در آن است اون شعر رو براتون میخونم امروز این اینجا مولانا یه چند بیتی میخواسته بگه این نکته هایی میخواسته بگه نگفته بیتی دو بمانده اما بردن مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد بردن ما رو جایی که نگاه کردیم چی عالم اصلا اینقدر کوچیک شد عالم از اومال خالق بی انفس هم فسق و رمادونه او فی ایون هم که در خطبه حضرت مولا میخونه اینقدر عظمت به من نشون دادن که دیدم این چی هستن حقیر شد که این متاع حقیر است و آن عطای کثیر حافظ میگه ما تازه عطای کسیر هم نمیخوایم این عالم که متاع قلیله اون عالم هم تازه میشه عطای کسیف ولی اون معتی رو دنبالش هستن بردن مرا و جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد پس ما حرکت کنیم بریم اونجا بریم ز کلی به قول شیخ محمود شبستری تمام گلشن راز داستان این سفره تمام کمدی الهی داستان این سفره تمام های خوب دنیا داستان این سفره که ما حرکت کنیم بریم اونجایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد سعدی اونجا رفته یکی از دولت وصلش به مقامی برسیدم که در نظرم هر دو جهان مختصری بود به کجا رفته؟ بریم یه سری اونجا بزنیم این سفر مهمه اگر ما عمرمون رو صرف بکنیم که چنین سفری در پیش داریم که در این سفر انسان به عجائب و شگفتی ها برخورد میکنه در این سفر است که انسان جن و دیو و پری و همه عوالم هستی رو میبینه در این سفر هست سفر کن از من و مایی که مایی گذر کن از تو و اویی که اویی ما سفری بکنیم از این من به او بزرگترین سفر بسم الله یعنی همین سفر ما یه چیزی بسم الله میگیم ولی صد هزار سال باید بریم تا این تموم بشه بسم الله یعنی از اسم من تا اسم او از این دایره تنگ وجود فانی من تا اون عظمت و وسعت بی انتها هفشر عشق نه همین عطار داستان این سفر رو تعریف میکنه که چطور من از این انیت از این فرعون حرکت کنم و برم برسم به او خیلی به اختصار چون این سفر به قول مرحوم پدر گفتن که ره عشق را دویدم همه روی خار و خاره به خدا هزار منزل به امید یک نظاره درسته که گفتن هفت است ولی هر کدومش هزار تا منزل داره هر قدمی آدم با هزار محلکه روبرو میشه اونجا از اتار ظاهرا پرسیده بودن که آقا خوک منظورش چیه که این گفته شیخ خوکبان و این چرا باید این شیخ بزرگ بار آورده خوکبانش کرد اونجا گفت تو پات از خونه بذار بیرون میفهمی خوب یعنی چی بوت یعنی چی اما اینا رو تا تو خونت نشستی نمیتونی بفهمی و من یخرج عن بیتهی مهاجرن الالله همینه این سفر مهمه که تو از این بیت خودت از این بیت ناامن که نگاه که میکنی اصلا آدم وحشت میکنه از خودش سلولا هر کن دارن فرسوده میشن زمان مکان همه اینها علیه علی شما هستن نگاه که به این بیت هر لحظه بیماری میاد هر لحظه حادثه میاد امن اینجا از پاشیم بریم یه جایی که امن باشه و من دخله او کان امنا باشه اونجا بریم این سفر رو همه اشاره کردن در قرآن مکرر به این سفر اشاره شده اصلا حج در اصل یعنی قصد دیدار او حالا اینم البته علا ظاهر این کمک میکنه این سفر ظاهری کمک میکنه که ما به اون سفر برسیم وگرنه گفت خر ایسا گرش به مکه برن چون بیاید هنوز خر باشه اگر بریم این سفر رو بکنیم ولی اون سفر رو نکنیم نهارت برمیگرم همونجا که بودیم سیر حرکت دورانی دیگه برمیگرده همونجا که قبلا بوده میشه سکون با سکون برابر انسان از حرکت دورانی میگریزه الحمدلله من خوشحالم که وادی اول این سفر که طلب باشه و مهمترینشه در جامعه ما هست در به خصوص جوانهای ما هست اومدن میگن آقا ما چکار بکنیم این سوال خیلی قیمت داره من سلام میکنم و تعظیم میکنم به اون جوانی که میاد میپرسه که من چه بکنم کجا برم چه کتابی بخونم با کی دوست بشن به چه ترتیب من میتونم به این عوالم راه بده کنم این جوان خیلی قیمت داره دستور رو من میبوسم. تمام وجودم رو فدای اون میکنم تمام وقتم رو صرف میکنم که بتونم به این سوال او یه پاسخ خوبی بدم در این راه تا اونجایی که در توانم هست هم قدم و همراه او بشه بادی اول طلبه در طلب زن دائما تو هر دو دست چون طلب در راه نیکو رهبر است این طلب در تو گروگان خداست وقتی طلب کردی گروگان گرفتی از خدا چرا برای اینکه قول داده گفته که قول زیر قولش که نمیزنه گفته که من جاهد فینا لنهدین نام سبولنم لام گذاشته نون تأکید سقیله گذاشته برای اینکه مطمئن باشی که حتما بدون که فکر نکنی کوشش بکنی نمیرسی من جاهد فینا البته نگفت جاهدو فینا گفت جاهدو اننا نگفت من جاهد فینا لنه بنابراین این طلب در تو گروگان خداست زن که هر طالب به مطلوبی سزاست هر چه رو طلب کردی بدون که میرسی فکر نکن هیچ چیزی بزرگتر از این است که ما ما نمیرسیم میرسی همینقدر که طلب کردی گفتی من میخوام معلوم میشه قابلیت داری اگه قابلیت نداشتی نمیگفتی من میخوام هر کس که گفت من طالبم معلوم میشه که استعدادی هم داره حتما تلاشم میکنه و حتما هم میرسه زین طلب بنده به کوی تو رسید درد مریم را به خرمابون کشید لنگ و لوک و چفت شکل و بی سوی او میقی او را میطلب به هر وسیله هست از کرونالا الله قیامن و قعودن و علا جنوبه هم. لنگ و لوک و چفت شکل و بی مهم نیست که خیلی آداب رایت بکنی هر جوری میتونی اون رو طالب باش سوی او میقیج و او را میطلب این زندگی انسان معنی پیدا میکنه وقتی این طلب پیدا شد میگن به نسردین کسی از قوم خیشای های دین فوت کرده بود گفتن آقا علت مرگش چی بود؟ گفت علت زندگیش معلوم نبود تا چه برسه علت مرگش ما علت زندگیمون چیه؟ تا بعد بینیم علت مرگمون چیه؟ علت زندگی یعنی برای چی زنده تو؟ اگر نتونی یه جواب شکوهمند یه جوابی که شایسته شان انسان باشه بدی پس دیگه هدفی نداری از زندگی هدفت مردنه یکی گفتیم چیکار میکنی؟ گفتیم چی دارم انتظار مرگ میکشم پس اگر که این طلب در ما پیدا شد این اولین معنی هستی ماست که تو کی هستی؟ من دیگه حسن حسین نمیدونم فلان اینا نیستم من طالبم طالب جمعش هم میشه طلبه قیمت پیدا میکنی اصلا یک واقعی رخ میده وقتی طلب در انسان پیدا میشه که صبح آدم بلند شه بگه من طالبم طالب چی هستی طالب معشوقم من میخوام اینم این کیه من آفریده این پروردگار این کیه چشم و جعل ناکم سمی بصیرا من مبهوتم اصلا هیرانم هم نمیتونم حرف بزنم چطور این چشم چجوری اصلا پیدا شد من میخوام برم بدونم این به زندگی انسان معنی میده این هنر تولید میکنه این فکر این علم تولید میکنه میرید اسرار آفرینش رو یکی که جریده بر جریده نقش میخوان گریوه بر گریوه رخش میران تمام حیات هستی رو تیم میکنی تمام شعونات هستی رو نگاه میکنی بهش به هنر میرسی به زیبایی میرسی به علم و دانایی میرسی خدمت میکنی اگر این طلب پیدا شد هزار برکت درش پیدا میشه آدم دیگه اصلا لزومی نداره دعوت اخلاقی بکنن بهش اون آدم برای چی دروغ بگه طالب دروغ میگه آدمی که طالب خونه معشوقشه مثلا بگن آقا شما کجا داری میری دارم میرم حمام نمیگم چیزی اصلا مثل دروغ نگو نمیدونم ظلم اینا اصلا بی معنی میشه برای طالب آدمی که طالب پروردگار شد پاک میشه اصلا خود به خود پاک میشه مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای دوای جمله علتهای ما هر کرا جامز عشقی چاک شد او ز عیب و هرس کلی پاک شد شما فقط بگید من میخوام طالب پروردگارم هستم میخوام به پروردگارم برسم ببینید دیگه میتونید کار بد بکنید مثلا موضوع کار بعد از بین میره انقدر این بزرگ این طلب کیمیاست علت این که حافظ میگه از دلق پوش سومعه که مدعی عرفان و تصوف شده و یک گفتش که مرحوم پدر فرم بودن که قوم نادرویش دون هم جای تهذیب و صفا تار موی را نشان فقر و عرفان کردند و یه سومعی و یه خرقی و ولی نقد طلب نداره اون گداست اونجا درست کرده یه دن دور خود جمع بکنه یه آقا مقام پیدا بکنه و زندگیش داره بکنه این گداست داره گدایی میکنه از مریده خودش از دل پوش سومعه نقد طلب مجوی یعنی ز مفلسان این آقا که مفلسه خبر کیمیا مپرس پس طلب کیمیاست اون کیمیایی است که مولانا اشاره میکنه که خداوند کیمیا یسله لکم اعمالکم براتون فرستاده چون اون میتونه کیمیاگری بکنه و در یک چشم به هم زدن همه اوصاف نامحمود ما رو پسندیده بکنه حتی دیگه اگر خطام بکنی میگن خطا کرده اشکال نداره اگر در راه عشق تو خطایی هم کردی صحب و خطا اشکال نداره ربنا الله تو آخذنا ان او و وقتنا پس طلب رو الحمدلله که در جامعه ما طلب هست من عشق در چشمم جاری شد وقتی در یه دبیرستانی رفتم دیدم دختر بچه های از دوازه سیزه ساله تا 17 ساله که تو اون دبیرستان بودن در کف حیات مدرسه در آفتاب میشستن و میگن که بر ما صحبت بکنیم خیلی قیمت در. خیلی قیمت در. ما خیلی باید قدر جامعه رو الان بدونیم فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا نسل جوانش آمادگی داشته باشه که گروه جمع بشن بگن بر ما حرف بزنیم پس این نقد اولی رو داریم الحمدلله این نقد طلب طلب یه شعله است که در دل انسان پیدا میشه و این شعله یواش یواش همه خار و وجود انسان رو میسوزونه و وقتی که تمام مشتعل شد منزل دوم منزل عشق منزل اول طلبه پرندگان که جمع شدن و گفتن به هد هد, هد, هد رمز همه کسانی است که دایان الله هستن گفتن که ما میخوایم بریم پیش سیمور. و اولا بگو ببینم که داریم ما پادشاهی داریم گفتن بله بله این کشور ویران شده شاهی دارد و بردر او دل غمدیده دیده پناهی دارد این شب تیره تر از زلف نگاران یاران زیر ابر سیاهی تلعت ماهی دارد اولا خبرش دادن که هست بعدا گفتن که میتونینم بهش برسیم دعوت هم کرده اتفاقا اتفاقا دعوت هم کرده بعد پرسیدن که چند منزله از حد هد البته اول عذرها آوردن کاهلی کردن یکی گفتش که آقا ما بلن کوچکتر از اون هستیم که این بادی این وادی بشیم اینم یه بهانه است هیچ کس کوچکتر از اون نیست همینقدر که خواستیم میشیم